دوستان عزیزم سلام خیلی خوش آمدید به بامبو لنگویجز بچه ها ما معمولا توی خونه هامون با یه سری خرابی ها مواجه میشیم که احتیاج به تعمیر و تعمیر کار داره امروز با هم میخوایم اسم اون خرابی ها و اسم کسایی که میتونن به ما کمک کنن برای تعمیرشون رو با هم دیگه یاد بگیریم تا آماده بشیم برای درس های مکالممون. قبل از اینکه با این ویدیو اونهایی که بهتون گفتم رو یاد بگیرید بفرمایید ما رو سابسکرایب کنید لایک و کامنت یادتون نره ما رو به همه اونایی که وسایل خراب تو خونهشون دارن معرفی بکنید چون به دردشون میخوریم هدیه دیروز ویل خونه هاتون اولین کاری که باید بکنید اینه که قبض های اون خونه رو به اسم خودتون باید برگردونید در زبان ترکی به قبض میگیم فاتورا فاتورا یعنی قبض سو آب گاز یا دوال گاز که گاز طبیعیه تلفن و الکتریک یعنی برق سه یعنی قبض آب قبض تلفن قبض برق و قبض گاز پس شما اولین کار فاتورا رو به اسم خودتون باید برگردونید حالا کجا باید بریم ببینید الکتریک آبونلی آبونه که همون آبونمان هستش باید برید تداش برای عوض کردن برق باید برید تداش تداش مخفف شده ترکیه الکتریک داتم آشه یعنی شرکت سهامی عام پخش برق ترکیه هستش برای سو آبونلی آبونمان آب توی استانبول باید برید به ایسکی که ایسکی مخفف استانبول سو و کانالیزاسیون ایدارسی هستش اداره فاضلاب و آب استانبول برای گاز باید به دوال گاز آبونلی یعنی آبونمان گاز طبیعی بریم اداش که استانبول گاز داتمه صنایع و تیجارت آشه شرکت سهامی آم و تجاری پخش گاز طبیعی استانبول هستش تلفن آبونلی یعنی آبونمان تلفن باید بریم به ترک تلکام که بتونیم اسم قبض هامون رو به اسم خودمون عوض بکنیم اینجا از این آشه میخوام یه چیز کوچولو بهتون یاد بدم که فقط در حد دانستن بچه ها قبل انها چند تا شرکت با هم جمع میشدن میرفتن یه شرکت آنونیم یعنی سهامی عام میزدن چند اسمه میشدن الان یک نفر و یک شرکت هم میتونه این کار رو بکنه داشته باشید که اسمش هست آنونیم و این آ از اینجا مخفف شده حالا بریم ببینیم اون مشکلاتی که توی این قسمت ما میتونیم داشته باشیم چیه و باید به کیا سر بزنیم evde yaşadığımız arızaları problemleri bu tahtaya yazdım. مشکلایی که توی خونه میتونیم داشته باشیم رو من روی این تخته براتون نوشتم. بریم با هم بخونیم و بررسیشون کنیم. موسلوک سو اکتیار بچه ها موسلوک یعنی شیر آب اکتماک توی اصل به معنای جاری کردنه منتقام و منظورمون اینه که شیر داره آب میده شیر داره چکه میکنه موسلوک سو اکتیار پنجرنین کلو کپتو کل یعنی دستگیره و کوپماک یعنی کنده شدن پنجرنین کلو کپتو یعنی دستگیره پنجره کنده شد پنجره آچیودوم آ کل علمه گلدی بلاشک مکینسی بزولدو بزولماک یعنی خراب شدن بعضی وقتا آدما از هم ناراحت هم بشن از این فعل استفاده میکنیم براش ولی وقتی چیزی تو خونه خراب بشه بسوزه میگیم بزولدو حالا میگه بلاشق مکینسی بزولدو یعنی لبا... ماشین ظرفشویی خراب شد سوخت گاز سزنتی سوار سزنتی یعنی نشت گاز سزنتی سوار یعنی گاز نشت کرده نشتی داده لوابو تکاندی لابو بچه ها به روشویی میگن یعنی جایی که ما میریم دست و صورتمون توش میشوریم میشه لابو حالا وقتی لابو تکاند تکان یعنی پر شدن گرفتن الان دستشویی و روشویی گرفته پر شده سو برو سو برو یعنی لوله به هر لوله ما میگیم برو سو, برو سو، لوله آب سزدرماق یعنی نشتی دادن خب سو بروسه سزدر یار. یعنی آب داره لوله آب داره نشتی میده از خودش آب میده بیرون سکشماق یعنی گیر کردن توی هر چیزی مثلا میگم من بویشته سکشتم من خیلی تو این کار گیر کردم حالا وقتی کپ سکشته باشه یعنی درگیر کرده هی هول میدم نمیتونم باز کنم میگم کپ سکشمش بانیو بانیویو سو باسته سو که آب باسمار یعنی فشار دادن منتها اینجا وقتی میگیم بانیویو سو باسته یعنی حمام رو آب برداشت آب یهو زده بالا و حمام پره آب شده ماسا کرلده کرلماک یعنی شکستن هر چیزی قلبم میشکنه خدایی نکرده دست و پامون میشکنه اینجا هم میز شکسته ماسا کرلده یعنی میز شکست سیگورتا آت سیگورتا دوتا معنی داره وقتی میایم توی خونه میشه سیگورتا آت یعنی فیوز پرید به معنای بیمه هم هستش بیمه ماشین بیمه خودمون وانا پاتلاده وانا به شیرفلکه اصلی میگن وانا پاتلاده یعنی شیرفلکمون ترکیده پاتلامک یعنی ترکیدن پیل بیتی پیل یعنی باتری و بیتمک یعنی تموم شدن پیل بیتی یعنی باتری تموم شد الکتریکلر کسیلدی کسمک یعنی قطع کردن الکتریکلر کشیدی یعنی برق رفت برق قطع شد شف بنده آرزاوار آرزا از همون آرزه و خرابی اومده ما میتونیم اگر اینا رو بلد نیستیم بگیم و آرزاوار یعنی اینجا یه مشکلی هستش شف بند میشه آبگرم کن شف بنده آرزاوار یعنی توی آبگرم کن یه مشکلی وجود داره حالا که اینا رو با هم یاد گرفتیم بریم ببینیم اگه ما همچین مشکلاتی داریم به کیا باید سر بزنیم و به کیا باید زنگ بزنیم دوستان عزیزم من اینجا براتون شماره اون جاهایی که تو همچین شرایطی باید بشون زنگ بزنیم رو نوشتم وقتی که خرابی برق داریم باید به الکتریک آرزا به شماره 186 زنگ بزنیم وقتی آرزا یا خرابی گاز داریم به گاز آرزا به شماره 186 دی زنگ بزنیم یانگن هاتو اگر خدای نکرده جای آتیش گرفت و ما خواستیم که به آتش نشانی زنگ بزنیم یوز اون آجیل یا آجیل سرویس که اورژانس هستش یوزونیکی پلیس یا پلیس این خط پلیس مثل 110 ما توی ایران یوز جندارما که جاندارمری هستش یوز الی آلتو. 156 اصولا تو این مواقع هممون انقدر پانیک میشیم که یادمون میره این پس باید به کجا زنگ بزنیم اول هممون باید به 118 زنگ بزنیم خط 118 توی ترکیه 11880 سکسن هستش یعنی 118 هشتاد همون کاری رو میکنه که 118 ما توی ایران داره انجام میده حالا اینا رو هم زنگ و میخوایم اسم اون آدم هایی که میان اون کار انجام میدن رو اسم شغلشون رو یاد بگیریم تسیسات چی؟ یعنی همونی که تو کار تأسیسات تأسیساتی ساختمونتون الکتریک چی؟ برق کار ساختمونه مهندس که میدونید مثلا مهندس یه کاریه و برای تعمیر میاد مارانگوز میشه نجار و بویاجی میشه نقاش حالا به اینها اضافه کنید تعمیرجی یعنی کسی که کار تعمیرات انجام میده مونتا دیگه اینها تخصصی تر کارامون پیش آدمایی که کاردان هست میبریم دوستان عزیزم به پایان این ویدیو رسیدیم ما امروز با هم یاد گرفتیم که خرابی ها توی خونه رو چجوری به زبان بیاریم توی زبان ترکی و برای درست کردنش باید به کیا سر بزنیم امیدوارم که این اتفاق های ناگوار برای شما نیفته درس رو خوب بخونید چون ما این کلمه ها رو و این اسم ها رو نیاز داریم برای اینکه در آینده قرار با هم مکالمه بکنیم روشون قبل از اینکه از هم خداحافظی کنیم بفرمایید ما رو سابسکرایب کنید لایک و کامنت یادتون نره ما رو به اونایی که خدایی نکرده قرار این کلمه ها به دردشون بخوره حتما و حتماً, حتما معرفی بکنید سیزی چاک سویارم کندین ای بکن خوش چکلن اما دوست چکلن.